سلام، یکشنبه هفته شهریور 95 28 آگست 2016 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول اینکه کانون نویسندگان ایران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده که نیروهای امنیتی ممانعت کردند از برگزاری مجمع عمومی سالیانه کانون و انتخاباتی که قرار بود برگزار بشه. هزار کارگر معدن زغال سنگ ترزه در شاهرود هم 4 ماه حقوق نگرفتند و 300 نفر اونها دست به تجمع اعتراضی جلوی ساختمان اداری زدند. کارفرمای جدید قول داده که رسیدگی بکنه. 70 کارگر منطقه 4 شهرداری آبادان هم 3 ماه حقوق طلبکار هستند و جلوی شهرداری دست به تجمع اعتراضی زدند. آقای حافظ ناظری، فرزند شهرام ناظری و هنرمند موسیقیدان، در اینستاگرام خودش نوشته که کنسرت بعد از تفت که با شهر تفت استانی است که با دردسرهای زیاد کنسرت برگزار شد، در شهر یزد هم قرار بود برگزار بشه ولی سرانجام به دلیل همه ممانعت ها کنسرت لغو شد و مراسم امضای آلبوم و دیدار با مردم در هتل ارگ یزد هم روز جمعه لغو شد. موضوع دوم این که در مشهد علی‌رغم تبلیغات زیادی که شده بود روز جمعه در مراسم نماز جمعه در پشتیبانی از آقای علم الهدا برای لغو کنسرت ها مردم حاضر بشند و مراسم و راهپیمایی باشه، گزارش ها حاکی است که تنها 150 نفر حد اکثر حضور پیدا کرد. دادستان تهران هم 3 شرط رو اعلام کرد برای اینکه اجازه بدن کنسرت ها برگزار بشه. یکی اینکه امنیت رو فرماندار یا استاندار تضمین بکنن، محتوای کنسرت رو وزارت ارشاد کنترل بکنه و نیروی انتظامی هم مراسم رو ضبط بکنه رسماً. بازرسی کل کشور نامه‌ای رو به مدیر کل دفتر شهرداری نوشته و گزارشی که در اون آورده که بیش از 2200 میلیارد تومان در شهرداری سوء استفاده شده از طریق واگذاری ویلا و زمین به افراد خاص و نور چشمی و پاره اعضای شورای شهر، زمین‌های پر قیمتی که گاهی تنها به متری 2 میلیون تومان واگذار شده. بعد از اعدام ده‌ها متهم مواد مخدر، علی‌رغم درخواست احمد شهید و سازمان ملل از جلوگیری از اعدام اونها، آقای محمد باقر الفت معاون قوه قضایی اعلام کرده که اتهام متهمین مواد مخدر تا کنون بازدارنده نبوده. غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل، هم خبر داده از اینکه در پتروشیمی های کشور ویروس های خاص کامپیوتری و در واقع حمله سایبری پیدا شده و صورت گرفته، اما گفته که آتش سوزی های اخیر پتروشیمی ها ارتباطی با این ویروس ها نداره و بسیاری از اونها در زمانی که دستگاه ها رو خریداری می کردند همراه تجهیزات بوده. او گفته که مشغول رسیدگی هستند. موضوع سوم این که آقای هاشمی رفسنجانی هم در خصوص اعدام‌های سال 67 و نواری که اخیراً از آقای منتظری منتشر شده اظهار نظر کرده و جالبه که ایشون هم مثل بسیاری از
قاتلین و دستندرکاران این جنایت علیه بشریت به محتوا و اتفاق فاجعه باری که افتاده اصلا نپرداخته و دغدغه ایشون این است و گفته که میخواهند از امام یعنی آقای خمینی انتقام بگیرند و احمد خمینی رو خراب کنند. آقای ری شهری وزیر اسبق اطلاعات هم که خود یکی از دستاندرکاران بسیاری از قتل‌ها و کشتارها و غیره بوده عنوان کرده که علت انتشار انتقام جویی از امام و گفته هنوز هم در بیت آقای منتظری افرادی از منافقین منظورشون سازمان مجاهدین خلق اونجا حضور دارن. آقای مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس مجلس هم طی نامه‌ای به آقای پور محمدی که یکی از چهار نفر هیئت مرگ بوده گفته که بهتر است به مردم توضیح بدید و پاسخ پرسش ها رو بدید و مغالطه هم نکنید. موضوع چهارم این که نویسنده روزنامه وال استریت جورنال آقای جی سولمان که اخیراً کتابی منتشر کرده تحت عنوان جنگ های ایران که در بخشی از این کتاب بحث آقای اوباما و جنبش سبز مطرح شده و به نوشته آقای ایلای لاک روزنامه نگار در خصوص این کتاب در این بخش آقای سلیمان نشون داده که آقای اوباما و دولتش از جنبش سبز پشتیبانی نکردن. سهل است بودجه های مراکز ضبط اسناد حقوق بشر ایران رو قطع کردند برای اینکه میخواستند رابطه دوستانه ای رو با آقای خامنه‌ای و آیت الله ها در تهران داشته باشند. روزنامه الانباء کویت هم اعلام کرده که در مانور کوچکی که دریایی که مشترکاً با آمریکا داشتند سه قایق تندروی ایرانی به کشتی ها نزدیک شدند که کار به شلیک اخطار رسید و بالاخره رفتن. این سومین حادثه در چند روز اخیره که توسط قایق‌های تندروی سپاه در خلیج فارس ایجاد شد. ترکیه به بمباران مواضع کردها، کردهایی که در مناطق مورد حفاظت آمریکا قرار دارند مبادرت کرد بدون اینکه با واکنش امریکایی ها مواجه بشه و بیش از 20 تانک و زره پوش ترکیه وارد خاک سوریه شدند و اولین سرباز ترک هم کشته شد. کردها اعلام کردند که دست کم 3 تانک ترکیه رو نابود کردند. اما موضوع آخر این که جناب سردار علی فضلی که زمانی مسئول عملیات سپاه در سوریه بود اعلام کرده که 1200 پایگاه آمریکا رو ما داریم رصد و کنترل میکنیم و از قول آقای عزیز جعفری فرمانده کل سپاه نقل کرده که از ایشون پرسیدم اگر اسرائیل حمله ی هوایی به ایران بکنه ما چیکار میکنیم. ایشون گفته که چه اتفاقی میفته و ایشون گفته که اونها دیگه نمیتونن برگردن در اسرائیل بنشینن، چون روی زمین بنشینن، چون دیگه اسرائیلی اصلا وجود نخواهد داشت. جناب احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم گفته که دولت باید جلوی گسترش گرایش مردم به امریکا مانع ایجاد کنه. اندکی صبر، سحر نزدیک است، تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرفراز باشید. به امید پیروزی ایران و ایرانی.